سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یک ویدیو دیگه. آقا توی این ویدیو قراره بریم سراغ ایردراپ همستر که چند تا خبر خیلی خوب ازش در اومده بیرون. اول از همه این که قراره 1-0 از قیمت کم بشه. برفرض شما اگه 5 دلار درآورده بودین، قراره 5 دلارتون بشه 50 دلار. اگه 10 دلار درآورده بودین، اون 10 دلارتون میشه 100 دلار. و اگه 50 دلار از همستر درآورده بودین، اون 50 دلارتون قراره بشه 500 دلار، که رقم خیلی خوبیه. ببینین، افرادی که همون 20 دلار اینا بهشون رسیده بود، الان اون 20 دلارشون قراره بشه 200 دلار. همچنین یه مقدار جدیدی توکن اضافه کرد، همون 200 دلار توکن جدید قراره بهمون بده. فقط قبل از اینکه بریم سراغ شروع ویدیو، نحوه کار همستر، لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانال رو حتما سابسکرایب کنین تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوش رو ببینین. خیلی خب، با سرعت بریم سراغ ربات همستر ببینیم داستان چیه. ببینید، الان من واسه اولین بار بعد از مدت ها وارد ربات همستر شدم. ببینید، گفته که تبریک میگیم، شما این مقدار توکن دارین، این مقدار توکن جدید کسب کردین، یعنی 1334 تا توکن دوباره به من داده. روی گزینه تنکس کلیک میکنم و وارد ربات میشم. حالا میام وارد بخش ایردراپ میشم، ببینم این داستان توکن جدیدی که به من داده چیه. ببینید، توکن جدیدی در حال حاضر به من تعلق نگرفته توی ربات. این تبلیغاتی که اول همستر میاد مربوط به کل توکن هایی که شما برداشتین، ولی کل موضوع این نیستش. ببینید، همین مقدار توکنی که من الان دارم میتونه به ارزش 200 دلار 250 دلار برسه. حالا داستان کم شدن صفر چیه، الان واسهتون توضیح میدم. ببینید، فقط من باید بیام قبلش کل ربات همستر رو دوباره واسهتون توضیح بدم، راجع به قیمت همستر صحبت بکنم و تا برسیم به نکته اصلی. ببینید، همونطور که میدونین توی ایردراپ جدید همستر شما باید جم جمع بکنین. حالا با خرید یه سری کارت ها میتونین عین همون قضیه ماینینگ سکه ها، این بار به جای سکه جم جمع بکنین. مثلا اگه وارد بخش پلی گراوند بشین و اینجا بیان یه سری کارت ها رو خریداری بکنین، میتونین با استفاده از این کارت ها سرعت استخراج جمتون رو ببرین بالاتر. این از کل صحبت و آپدیت های همستر. یه چیز خاصی اینجا وجود نداره که بخوام راجبش صحبت بکنم. فقط میخواستم بگم نحوه جدید محاسبه توکن ها با استفاده از این جم ها انجام میشه. حالا هر جم قراره به شما چند تا توکن بده. ببینید، با توجه به اینکه استخراج جم ها خیلی سخته و همستر طبق ویدیو قبلیمون قراره 35 میلیارد توکن بین کاربرها تقسیم کنه. ببینید، آخرین ویدیو راجع به همستر این بود دیگه، بیاین این ویدیو رو چک بکنین. بهتون گفتم توی این ویدیو همستر قراره 35 میلیارد توکن بین کاربرهایی که هنوز فعالیت میکنن تقسیم بکنه، که شاید الان پیش خودتون بگین خب بازم قراره مثل سری قبلی مبلغ کمی بهمون برسه، ولی نه، اینطور نیستش. به دو تا علت قراره مبلغ خیلی خوبی برسه. دلیل اول اینکه به دست آوردن این جم ها کار راحتی نیستش، هر کسی نمیتونه واقعا تعداد زیادی جم به دست بیاره. بعد اینکه اصلا به رفرال مفرال و اینا ربطی نداره، فقط از طریق بازی کردن و اون کارت ها میتونین جم به دست بیارین. و اینکه هر جم مساوی یک توکن نیست. با توجه به اینکه همستر قرار 35 میلیارد توکن تقسیم بکنه، احتمال داره هر جم ارزشش اندازه 2 تا توکن، 5 تا توکن یا 10 تا توکن باشه. یعنی هر یه دونه جمی که شما میگیرین مساوی 10 تا توکن باشه. بالاخره اون 35 میلیارد توکنی که قراره تقسیم بشه، طبق گفته خودشون باید بین کاربرهای فعال باشه. حالا تعداد کاربرهای فعال همستر چقدره؟ ببینید، تعداد کاربرهای فعال همستر داره خیلی میاد پایین. همونطور که توی آخرین ویدیو بهتون نشون دادم 108 میلیون کاربر داشت، الان شده 104 میلیون. تا دو سه روز دیگه تعداد کاربرهای همستر به زیر 100 میلیون میرسه. ولی آیا ارزش داره که ما با تعداد 100 میلیون کاربر فعالیت بکنیم؟ نه، ارزش نداره. چرا ارزش نداره؟ من توی همین ویدیو اومدم واسهتون توضیح دادم چرا ارزش نداره. نمیخوام حرف تکراری بزنم. توی این ویدیو بهتون گفتم فقط زمانی ارزش داره که توی همستر فعالیتی انجام بدیم
که تعداد کاربرهاش به زیر 20 میلیون نفر برسه، یعنی مقدار 35 میلیارد سکه باید بین 10 میلیون نفر، بین 20 میلیون نفر نهایت تقسیم بشه که ارزش داشته باشه توش فعالیتی انجام بدیم. پس این راجع به خود ربات همستر، اگه واقعا تعداد کاربرهاش اونقدر نیاد پایین ارزش نداره، که احتمالاً هم میاد. ببینید تا یک ماه دیگه تعداد کاربرهای فعال همستر میرسه مثلا به 15 میلیون نفر، به 20 میلیون نفر، چون دیگه خیلی کسی سر نمیزنه و وارد ربات نمیشه. خب حالا همه این چیزایی که من گفتم، بازم میگم قبلا دلیلشو توی همون ویدیو توضیح دادم، الان میخوایم بریم سراغ کم شدن صفر از همستر، ببینیم داستان چیه. ببینید در حال حاضر قیمت همستر تقریبا داره روی همون نیم سنت میچرخه. حالا بخوام دقیق تر بهتون بگم میشه 0.4 سنت قیمت فعلی رو دارین میبینین دیگه. فعلا قیمت داره روی این مبلغ میچرخه، ولی قرار نیستش همینطوری باقی بمونه. همستر قراره 1 صفر از قیمت کم بکنه. با توجه به توکن هایی که توی ولت های غیر فعال مونده، به عنوان مثال شما یه رفرال فیک زده بودین، به اون رفرال فیک اومده 100 تا توکن داده، 200 تا توکن داده. خب حالا چون اون رفرال ها برداشتی انجام ندادن، اون توکن ها قراره بسوزه، یعنی اینکه تعداد 10 میلیارد 20 میلیارد توکن سوزی قراره انجام بشه، و زمانی که این توکن سوزی بخواد انجام بشه قیمت فوق العاده جامپ شدیدی میزنه، و طبق گفته همستر قیمت قراره 1 صفر ازش کم بشه با این توکن سوزی، یعنی قیمت از 0.4 سنت قراره برسه به 4 سنت. حالا به من چه مقدار توکن رسیده بود؟ ببینید وارد بخش ایردراپ بشم، به من 1334 تا توکن رسیده بود دیگه، درست؟ حالا قیمت 1334 تا توکن با قیمت 4 سنت چقدر میشه؟ میایم حساب میکنیم این ماشین حساب من کجاست. اوکی، ببینید 1334 تا توکن ضرب در 0.04. خب ببینید تو جواب من 53 دلار گیرم میاد با همون مقدار توکن هایی که من از قبل دریافت کرده بودم و بدون هیچ کار اضافه ای. خب حالا برفرض این 100 دلار 200 دلار قراره به تمام کاربرها برسه، ببینید نه، کسایی که توکنشون رو فروختن که خب دیگه در اصل چیزی ندارن، توکنشون رو فروختن، اینجا هیچ فعالیتی نداشتن، خب قرار نیست چیزی بهشون برسه. ولی افرادی که توکنشون رو نفروختن، مثلا من هنوز توکنم رو نفروختم همونجا مونده، اون افراد به محض اینکه قیمت بره بالا میتونن توکنهاشون رو با قیمت بالاتری بفروشن، یعنی 1 صفر ازش کم بشه، میتونن با قیمت 4 سنت بفروشن توکنشون رو به جای 0.4 سنت. این از گروه اول. گروه دوم کسایی هستن که هنوز دارن توی این ربات فعالیت میکنن. من خودم شخصا که فعالیت خاصی توی این ربات ندارم، فقط هفته یه بار هر 5-6 روز یه بار میام وارد بخش پلی گراند میشم، کارت هایی که جدید اومده رو میگیرم. ببینید به همین صورت میام کارت هایی که جدید اومده رو میگیرم و تا لول 5 آپدیتشون میکنم، دیگه کار خاصی توی این ربات انجام نمیدم. ببینید مثلا این که اکانت اصلی منه، من هنوز این همه کارتو نگرفته بودم، الان تازه دارم میام میگیرمشون. پس شما هم حتما هر آخر هفته بیاین به این ربات سر بزنین، تمام این کارتهایی که نگرفتین بگیرین. نمیگم روش وقت بذارین ها، اصلا روی همستر دیگه وقت نذارین، فقط در حد این که بیاین کارتهای جدیدو بگیرین که بتونین باز خودتون جم استخراج بکنین، در همین حد دیگه، نه قرار بازی بکنین نه کاری انجام بدین. به محض اینکه این صفرم از ربات کم بشه قیمت توکن تقریبا 1000% میره بالا دیگه، چون 1 صفر کم بشه میشه 1000%، 10 برابر قیمت. خیلی خب، این از این مورد. حالا توکن ها کی قرار تقسیم بشه؟ دور جدید برداشت توکن های همستر کیه؟ ببینید طبق اعلام خودشون همستر قراره به مناسبت کریسمس دور دوم برداشتم آزاد بکنه، یعنی 11 دی اگه اشتباه نکنم، کریسمس فکر کنم 11 دی یا 12 دی، 11 یا 12 دی شما میتونین بیاین وارد ربات همستر بشین، این مقدار توکنی که از قبل واسهتون مونده بود و هیچ ارزشی نداشت و برداشت بزنین، همینطور مقدار توکنی که از طریق این جم ها به دست آورده بودین و برداشت بزنین. بهتون گفتم دیگه احتمالاً هر جم مساوی با 5 توکن یا 10 توکن باشه، یعنی من الان 113 تا توکن دارم،
احتمالاً موقع برداشت بتونم 1130 تا توکن جدید برداشت بزنم که در مجموع میشه 2000 خورده ای توکن و تقریباً ارزشش میشه 150 دلار این حدودا. پس تایم برداشت توکن های جدیدم با کریسمس دیگه 11 یا 12 دی. خیلی خب دوستان، دیگه تقریباً همه چیز رو توضیح دادم، چیز خاصی نمونده. حالا من وقتی خبرهای جدیدش بیاد 100% میام راجبش ویدیو میسازم. فقط لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانال رو حتما سابسکرایب کنین تا به محض اینکه ویدیو جدید منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. در ضمن این دوتا ویدیو هم یکی نیستن، من اشتباهی تامنیل دوتاشون رو یکی زدم. ببینید یکی از ویدیوها مربوط به تایم فارمه، یکی از ویدیوها مربوط به سیمپل کوینه. اگه راجع به سیمپل کوین اطلاعات زیادی ندارین حتما بیاین ببینین. من 160 دلار از این ایردراپ خودم برداشت دادم، از همین الانم میتونین نقدش بکنین. اوکی دوستان، دیگه صحبتی باقی نمونده. روزتون خوش، خدا نگهدار.